با درود بسیار خدمت شما همراهان، یاران، عزیزان تلویزیون ایران فردا. باورتون نمیشه وقتی مثلا یک ایمیل برای من میاد از دوست عزیزم، گوشه ای از اسمشون رو میگم، رام، مردی که عمر درازی داشته و تجارب بسیار، بعد میبینم دوتا فیلم برای من فرستاده، یه آهنگ فرستاده، یک متن تاریخی فرستاده. چقدر دلپذیره. محمد از ایران راهنمایی میکنه برای ساتلایت ها. جلال برام مینویسه راجبه در فلان برنامه اسمو اشتباهی گفتین. چقدر دلپذیره. آدم احساس میکنه یه خانواده شده و این خانواده روز به روز تعدادشون بیشتر میشه. باور کنید حالا گزارش ساتلایت به کنار، گزارش هایی که عطا معینی عزیزم برام میفرسته از جی ال ویز که ما در چه جای قرار داریم، خیلی برام دلپذیره. یعنی تلویزیون ایران فردا تو 3 سال به نقطه ای رسته که تلویزیون هایی با 10 سال و 12 سال سابقه نرسیدن. اینا اسباب سربلندی است، شادمانی است و انرژی مضاعف. و همونطور که بهتون قول دادم سال بعد، یعنی سال وارد سال 4 که بشیم، مطمئن باشید کارهای تازه تری براتون تدارک دیدیم. یه سلسله برنامه‌های جدید داریم، کارهای دیدنی تری خواهیم داشت، در خود برنامه‌ها تحولات بسیار خواهد بود. برنامه چهره به چهره رو خواهید دید، برنامه مخصوصی که برای بزرگداشت بزرگان ورزش کشورمون تهیه شده، اون برنامه رو مشاهده خواهید کرد. نرم نرمک میرسیم به یه نقطه که یه برنامه ویژه سینمایی دوباره داشته باشیم. قلم فرسایان، میدونید چرا تکرارش میکنم؟ من اینقدر دل بسته این برنامه، 3 بار تالا تکرارش کردیم. متاسفانه تولیدش متوقف شد. یه گروهی خواستن تولید بکنن، نپسندیدم. اینقدر این استاندارد این برنامه بالا و زیبا بود، میخوام هم عرض اون باشه و امیدوارم بتونیم این کارو بکنیم. 7 اقلیم رو یه تغییراتی توش خواهیم داد. گردآفرید برنامه شاهنامه‌شو به شکل زیباتری عرضه خواهد کرد. همکتون هم خیلی زیباست. ناصر شاهین‌پر که خیلی از شما دوستش دارید، تاریخ رو به نگاه دیگری داره باز میگوید که فوق‌العاده است. این رو هم بگم، دکتر کویر حالا دیگه برنامه خودش رو داره. بر بال سیمرغ چنگ میزنه در ریشه های تاریخ کهن، فرهنگ کهن، و برنامه او هم جزو برنامه جدیدی است که از ماه آینده پخش خواهد شد. همطور یه برنامه‌ای که بهتون وعده داده بودم خودم اجرای اون رو بر عهده خواهم داشت. این برنامه میکاود انسان‌هایی رو پیدا میکنه که بعضن بزرگترین خدمات رو به این مملکت کردن ولی قدرشون ناشناخته بود. به سراغ اون هم خواهیم رفت. دوستان من از اقوام مختلف مرتب پیشنهاد داشتن که آقا برای هر قومی برنامه خاصی بگذاریم. من واقعا هدف قائم همینه. دلم واقعا میخواد هموطنان عرب من، کرد من، بلوچ من، ترکمن من، تالش من، آذربایجانی من، هر کدوم برنامه ویژه خودشونم داشته باشن. متا یافتن چهره هایی که بتونن جامع و کامل معرف اون فرهنگ باشن یک کمی سخته، ولی دنبالش هستم. فکر نکنید به دنبالش نیستم. در حال گفت ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی، که برگ سبز ایران فردا امیدوارم در دل همه شما جا پیدا کنه. اجازه بدید کمتر سخن بگویم و بیشتر به سخنان شما گوش بدیم. قولم هم عملی کردم. حالا در طول برنامه هر روز چند پیام از شما پخش میشه که یه وقت خدای نکرده بی انصافی نشه، پیامی نمونه و پخش نشه. حالا هر روز چند پیام رو شما
در طول برنامه ها میشنوید و این خودش خیلی خوبه. اون پیام هایی رو که باید من جواب بدم در پایان هفته بهش جواب خواهم داد. بریم به سفره پر پیام و سخن شما عزیزان. میشنوید. همه کارکنان محترم ایران فردا، شب و روز شما هم عرض کنم که بخیر. عرضم این بود که اولا آقای دکتر نوری‌زاده عزیز قرار بود که تمام اون ویوهایی که دارن بالاش بنویسن که این باله کجاست. البته مهم نیست یاد، اما مهم برای من نیست که روی اخبار آقای ماشاءالله عباس‌زاده که ما یه مرتبه گفتیم که این ماشاءالله رو الف و الله و فلان و بندسه بعد درستش کردیم، بعد خدا ماشا بعد لله، آخه یعنی چی؟ این اصلا مسئله چیه؟ یعنی آب بیدیم توی آسیب آخونده یعنی چی؟ خب بسید آقای عباس‌زاده اصلا من در هر صورت متاسفم که اینطور حرف زدم. خواهش می‌کنم اینا رو تو رعایت بکنید. اینا خیلی توجه به این موضوع دارن، ولی خب من بارها می‌خواستم زنگ بزنم، هی مراجعه کردم گفتم نه، همون کاری که می‌خوایم می‌کنی. در هر صورت می‌بخشیم، ان شاءالله که سلامت باشی. سپاسگزارم دوست من. من آخرش هم نفهمیدم ایرادی شما به نوع نوشتن ماشاءالله دارید. اگر درست بخوایم ماشاءالله رو بنویسیم، میم الف، شین الف، همزه جدا و الله، این میشه ماشاءالله. در زبان فارسی اون همزه رو به قرینه حذف کردن، ماشاءالله مینویسن. من دارم اسم آدم یه اسمی هست، چی کارش باید بکنه؟ البته بعضی از دوستان ما این کار رو کردن که اسمشون مثلا عباس قلی بوده، کردن هوخشتره، کردن این کارو. ولی با اسم جنگ نکنیم. این اسما هم گوشه ای از فرهنگ ماست. شما نمیتونید هزاران هزار عباس رو بگی آقا اسمتو عوض بکن و یه اسم مثلا اژدهاک بذار. نمیشه. گوشه من علیرضا رو هر کس حاضر نیستم عوض کنم. اسم منه، هویت من، از بچگی من با این اسم شناخته شدم. حالا بیام برای خودم یه اسم دیگه بزنم، مثلا دیوید، چجوری؟ مایک، نمیتونم. ممنونم دوستم. البته آقای عباس‌زاده به خاطر اینکه در کانادا بوده، در موقع گرفتن گذرنامه کانادایی اسم بسیار مشکل بوده، اسم رایان رو هم دارن، بنابراین رایان عباس‌زاده هست. دوست بعدی ما. سلام، بابک هستم از کانادا. میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده عزیز که همیشه ارادت داشتم خدمت ایشون. من یه سوالی دارم، همیشه برام سوال این بوده که از زمان امیرکبیر، دکتر مصدق، بعد از اون دکتر بختیار، حتی زمان خاتمی و قرارداد 88، چرا ما ایرانی ها و مردم ایران هر موقع که تصمیم گرفتیم که بریم به سمت دموکراسی، بریم به سمت آزادی، بریم به سمت تغییر رژیم، با شکست مواجه شدیم؟ آیا واقعا یک حادثه و اتفاق، یا اینکه یک دستی پشت پرده هست، یا یک عاملی نمیذاره ما بریم به سمت اون آرامش و خوشبختی و آزادی؟ اگر که میتونید در این زمینه توضیح بدید خیلی خوشحال میشم. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. خدا نگهدار. دوست من، جنبش سبزی که ما داشتیم به مراتب عظیمتر از بهار عربی بود. شما در مصر دیدید 10 یا 11 روز مردم اومدن تو خیابون، با کمترین تلفات رژیم رو عوض کردن. بعدم که آقای مرسی اومد، 30 میلیون آدم اومدن تو خیابون مرسی رو عوض کردن. یا در تونس دیدید 7-8 روز بودن، آقای بن علی رفت. حالا بعضیا میگن در مورد جمهوری اسلامی اینا میزنن میکشن، تا چه حد میتونن بزن بکشن؟ مطمئن باشین خود این پاسدارا به مردم میپیوندن. همین بسیجی ها از آسمون که نیومدن که. بسیجی تو خیابون میبینه هم محلش اونجاست، پسردائیش اونجاست، گلوله نمیزنه. متاسفانه ما چندین مشکل داریم. یکی این که به خاطر که در ایران حزب و
جامعه سیاسی منسجم وجود نداشته، چهره ها و شخصیت ها بر اثر ممارست و کار سیاسی برجسته نمیشن. یه دفعه یه آدم میاد یه حرفی میزنه و دنبالش میریم. وقتی آقای خاتمی انتخاب شد اصلا کسی خاتمی رو نمیشناخت. یا آقای مهندس موسوی که دنبالش رفتن، خب اگر کسی میرفت گذشته آقای مهندس موسوی رو میدید، عملکردش در اون سالهای اول انقلاب تا در زمان حیات آقای خمینی، مهندس موسوی رو یه فرد تندروی متمایل به چپ اسلامی میدید. ولی مهندس موسوی یک باره اون جامعه رو کنار گذاشت و لباس آزادمنشی و لیبرالیسم رو پوشید. منتها هر از گاه یه تذکر میداد که هدف ما بازگشت به دوران طلایی امامه. خب همینجا مردم دچار تناقض میشدن و تعارض. اگر ایشون میخواد ما رو به اون دوران سیاه برگردونه، من چرا برم کشته بشم؟ بچه من چرا کشته بشه؟ در مصر مشخص بود آقا ما وراثت نمیخوایم، ما اینجا جمهوری هستیم، حکومت فاسد نمیخوایم. در تونس همینجور. ولی متاسفانه در ایران خواستهای مردم با اون نمادهایی که مظهر اون حرکت بودن در تعارض کامل بود. مردم داد میزدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. آقای کدیور به عنوان فردی که نزدیک بود به اصلاح طلبان حکومتی گفت نه خیر، مردم گفتن هم غزه هم لبنان. خب این تعارض رو چجوری میشد پر کرد؟ بله، ما نیاز به یک جامعه مدنی پویا داریم که از دل شخصیت ها بیان ممارست کنن، معروف بشن، چهره بشن و مردم دنبالشون برن. دکتر مصدق حاصل 40 سال عملکرد سیاسی بود، 50 سال عملکرد سیاسی بود. همینجوری اینا حاصل نمیشه. دوست بعدی. سلام عرض کردم خدمت آقای دکتر نوریزاده و همکارای عزیزتون، از جمله آقای مسعود اسدی‌اللهی، آقای چالنگی و دوستان دیگه. برنامه به خوشی شما را جناب نوریزاده و آقای اسدی‌اللهی و همچنین آقای فیلمینگ سخن را بسیار دوست می‌دارم. خواستم این رو به اطلاعاتون برسونم و در ضمن از دوستانی که زنی میزنن و وقت برنامه رو میگیرن که چرا به یکی میگید دکتر، چرا به یکی میگید مهندس، دوستان عزیز تو خدا این حرفا رو ول بکنید. من آدمی هستم که باید همیشه بگم آقای دکتر نوریزاده. من از این طریق میتونم احترام بذارم به آقای دکتر نوریزاده. چرا به من و امثال من ایراد میگیرید که چرا به دوستانمون میگیم دکتر مهندس؟ خب برای اینکه هستن، یا حتی قلع نظر ما هستن و دوست داریم بگیم. اینه که لطفا محبت بفرمایید در رابطه با مسائل مهم تلفن بزنید. یا فرض زنگ زده که آقا چرا فیلم های سینمای شما بیش از این سو اینه مرزم به هر حال زنگ نزدم جناب نوریزاده که انتقاد بکنم از نظرات دیگران، فقط زنگ زدم خط دلم رو بزنم و اختلاطی که داشته باشم با شما و حال احوال کرده باشم. امیدوارم در کارتون موفق باشید. حسین هستم از تورنتو کانادا. سپاسگزارم حسین عزیزم، ممنون از تذکراتی که دادی، سپاسگزارم. هموطن بعدی. درود بر جناب آقای دکتر نوریزاد نوریزاده. جناب دکتر، من همون کسی هستم از ایران که شما دادم خدمتتون عرض کردم در کارخانه مثل سالمان یک مشکلی دارم که با وساطت و محبت شما، لطف شما و احتمالا یک تماس تلفنی و یا کامنت گذاشتم برای اونا، یکی این مشکل من داره حل بفرمایید. در عالم انسانیت و هموطنی خواهش میکنم اگه دستون میرسه کاری بکنید، من شما رو داشتم تماس بگیرید، ممنون میشم. یکی دستت میرسه کاری بکن. سپاسگزارم. چشم دوست من، من پیام شما رو اتفاقا دادم به جناب آقای محمود خیام. ایشون به عنوان نماینده بزرگ مرسدس که در بریتانیا و در آمریکا
تشکیلات خیلی وسیعی دارن این پیام رو به گوش آنها رساندن. امیدوارم نتیجهش هم به زودی حاصل بشه. ممنونم. دوست دیگری رو میشنویم. با درود. پیام دارم برای غلات وردی. این کلم یه داشتم در مورد تروریست پرس میزدم و نبازم ادا بکنم که همه تروریست مسلمان نیستند و همه مسلمان هم تروریست نیستند. خب من همه چینی هم چینی نیستند. خیلیشون خواهد از چین زندگی میکنند و خیلیم که توی چین هستند. خب چینی نیستند. ولی واقعیت اینه که حداقل 20 سال گذشته، نه از 37 سال گذشته حساب بکنید، تمام ترورهای عظیم جهانی قریب به اتفاق توسط مسلمین انجام شده. این نمیشه دیگه این کارش کرد دختن بس از این حرکات بردارید. بعد من ادام میکنم که حق تساوی اقتصادی برای همه دنیا محفوظه. از پناهندگان اوگاندا به گیرو و زامبیا و افغانستان تا اونی که این کشور مثلا توی این امریکا، انگلیس، فرانسه یا میه زحمت کشیدن کار کردن بدونی که برن به استعمار بکنن دیگر استثمار کنیم. این حق برابری برای همه یه چیز بازی اقتصادی حتی نزید اصلا این کشور غربی بدهکاری ابدی دارن به کشور ماها همسال ماها. خب این حرکت هم داده شما میدونید پارازیتیسم رو تشویق میکنید و از ملت خود مسئولیت نمیخواید. سعی کنید بده این حرفا به مردم بگید بلند شن به حق خودشون از آخوندها بگیرند. مرسی. ممنونم دوست عزیز. من اینجا یه توضیح بدم. از هفته آینده امیدوارم بشه این کار. من هر بار دلم میخواد یکی از همکارای من تو برنامه باشه و شما اگر سوالی از او دارید مستقیما ازش بپرسید. حالا اگر همکار من در لندن باشه و اینجا میاد کنار من میشینه و پاسخ میده، اگرم نباشه با اسکایپ میاریمش که در اون لحظه که شما پیامی مخصوص او دارید، مثلا الان برای آقای دکتر لاجوردی، ایشون خودشون بتونن مستقیما پاسخ شما رو بدن. به این ترتیب هم شما با برنامه سازا از نزدیک آشنا میشین، نزدیکتر میشید باهاشون و هم اونا میتونن پاسخ شما رو بدن. و برای اینکه ما آغاز رو در واقع بگیم چگونه است، ما هفته آینده در برنامه‌مون سعی میکنیم که آقای چالنگی، دوست و عزیز و همکار بنده و کسی که برنامه تفسیر خبر رو ارائه میکنه، ایشون رو در برنامه داشته باشیم. بنابراین کسانی که از آقای چالنگی سوالی دارن و مطلبی دارن اگر مطرح بکنن و من دیدم به اندازه کافی هست، از ایشون دعوت میکنم که در برنامه حضور داشته باشن. و برای هفته بعد از اون هم آقای سفریان رو، محمد سفریان که برنامه چارسو و چمتا هست، از ایشون دعوت خواهم کرد. بنابراین این دو همکار من رو به خاطر بسپارید. هر سوالی دارید، مطلبی دارید، عنوان کنید، در پیامگیر ما بگذارید تا من خواهش کنم بیان و به این سوالها و نظرها پاسخ بدن. ممنونم. بیننده بعدی ما. مهرزاده گرامی، من از همشهریهای لندن شما هستم. سال هاست که هم ارادت دارم هم برنامه های شما رو گوش میکنم، با جان و دل گوش میکنم و لذت میبرم. زحمت کشیدی از این که این تلویزیون رو برپا کرد. در هر حال بعد از نگاه مرد، اگر خاطرتون بشه سالها پیش رادیویی داشتید که با آقای حسین قبیلی ساعت 12 شب رو موج متوسط اجرا می کردیم. خیلی لذت می بردیم اون زمان از این برنامه شما. مخصوصا یادم از آقای حسین قبیلی که با مرحوم سیرجانی مصاحبه کرده. در هر حال بین برنامه هاتون آهنگ عربی میذاشتیم که بسیار دلنشین بود، به نام نمیدونم چی بود اسمش، یا حبیب یا حبیب حبیبه، یه همچین آهنگی بود که این از خاطرات نوجوانی من بوده و بسیار لذت می‌برد.
خوشحال میشم اگر بدونم اسم این آهنگ چیه و در حال ممنونتون هستم. ایشالله موفق باشین. ایشالله شما رو هممون همدیگر رو تو ایران ببینیم. من از دوستای حاجشیخ هستم، مرحوم حاجشیخ که شوهر امین شما بودن. بله قربونت، موفق باشین. سپاسگزارم دوست من. بله یادش بخیر. رادیو اسپکتروم، برنامه‌ای که با دوست عزیزم حسین قویمی داشتم که امروز از برنامه سازان موفق رادیو فردا در پراگ هست. بله با حسین قویمی اسپکتروم رو داشتیم. شب بود، بعد به ظهر ظهر بود به شب منتقل شد و بعدم با هم تلویزیون رو داشتیم، تلویزیونی که اولین تلویزیون ساتلایت فارسی زبان از همین لندن پخش میشد، 6 تا 7 صبح به وقت اروپا، به وقت لندن 7 تا 8 اروپا و 9:30 صبح تهران، به مدت 1 ساعت هر روز این برنامه بود. و بعد جمهوری اسلامی وقتی دید داره این برنامه به ایران میرسه، خانم بوتو رو تحت فشار قرار دادن، چون رو تیوی آسیا پخش میشد و صاحب این تلویزیون که یکی از دوستان نزدیک و مشاوران خانم بوتو بود، یه روز ما رو صدا زد، گفت با نهایت تأسف دیگه نمیتونم با وجود موفقیت برنامه‌تون. اسباب کشی کردیم رفتیم. خیلی ما رو از خیلی جاها راندن. اولین بار آقای خمینی روزنامه اطلاعات و مجله امید ایران و رادیو تلویزیون ایران و همینجوری از همه جا رانده شدیم، اما پایداری کردیم. درود بر دوست عزیزم سراپا گوشم. جناب نوری زاده، این پیام برای جناب، برای توجه جناب نوری زاده است. در برنامه تقویم تاریخ پنجشنبه 19 نوامبر، مجری و گوینده برنامه در روایت زندگی امیر کبیر اظهار کرد رتق و فتق. قبلا هم این آقا چند ماه پیش گفتن رتق و فتق، که این رتق و فتق مستمسک و دستاویزه برای تفریح برای من و دوستان منه. فکر نمی کنم برای رسانه وزینی مثل ایران فردا زیاد جالب و مناسب باشه که چنین اشتباهاتی تکرار بشه، نه یک بار دو بار، و مشابه این اشتباهات هست، بیشتر از اینها هست. دفعه قبل براتون پیغام گذاشتم جناب نوری‌زاده، هم پیامم رو پخش نکردید، دستارم کم لطفی کردید، و شماره تلفن گذاشتم که با من تماس بگیرید، باز هم تماس نگرفتید. من شهبازی هستم، لندن زندگی میکنم برای 38 سال، و شماره تلفنم رو در انتهای این پیام میذارم. اگر ممکنه با من تماس بگیرید، اگر انتقادی از انتقاد سازنده و دوستان است عیب نمیگیریم، ما عیب رو میخواییم برطرف کنیم، دلخور نباید بشیم. سپاسگزارم. بله جناب شهباز، تلفن البته من حذف کردم، خودم خواهم گرفت. بگذارید من صادقانه یه توضیح بهتون بدم. ببینید یه تلویزیونی که روزی 8 ساعت برنامه داره و کار بسیار مشکلیه. من در طول زندگی مسئولیت‌های بزرگ داشتم، سردبیری مجلات، روزنامه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، ولی اداره یک تلویزیون 8 ساعت با بودجه محدود و همکاران محدودتر بسیار کار سنگینه، گاهی در میره دستم. متاسفانه یکی از دلایلی که اون همکار عزیز ما باهاش نتونستیم ادامه بدیم همین نوع خطاها بود که گاهی بر بازبینی متوجه می شدیم، جلوشو می گرفتیم، گاهی اوقات به خصوص روزهای جمعه که فرصتی دیگه نبود پخش می شد و از این نوع رتق و فتق بله ما داشتیم، ما از این بدتر هم داشتیم. و متاسفانه نمی دونم چی بگم بهتون، فقط باعث شد که اون دوست عزیزمونم دلگیر بشه به خاطر تذکرات من، به ویژه وقتی که نشریه عروة الوثقی عروة الوثقی خوانده شد.
و در این مورد من دیگه تحمل نداشتم و به نظرم دیگه از خط قرمز هم عبور شده بود. اینه که میبخشید، شاید یکی از دلایلش این باشه که جمهوری ولایت فقیه کاری کرد که وقتی ما یه زمانی کلاس پنج ابتدایی بودیم، نمیدونم آقای مصریان هست یا امیدوارم باشه، این مرد نازنین مدرسه جهان تربیت شش ابتدایی، ششم، چون تا پنجم مدرسه ایران بودم. بعد منزلمون اومد جاده قدیم شمیران، ماشین مدرسه ایران نمیمد و با کمال ناراحتی دیگه ایران نرفتم. سال ششم ابتدایی رو جهان تربیت بود. آقای مصریانی بود که بعداً در دبیرستان هم معلم من شد سه چهار سال بعد. این گلستان سعدی ما رو وادار میکرد حفظ کنیم. من نصف گلستان حفظ بودم. خب شما وقتی گلستان حفظ میکنی، وقتی میبینید اونجا هر نفسی که میرود ممد حیات است و چون برایت مفرح زاد، وقت نمیخونید اینو هر نفسی که فرو میرود محمد در حیات است، چون قبلا خوندید میدونید معنیش هم میدونید. خب زمانه به گونه شد که دیگه این چیزا دموده شد به قول معروف. کلیل و دمنه خونده آقا حوصله داری این حرفا چیه؟ من یادمه دکتر صالح علامه دیکته‌ای که برای ما کلاس 11 دبیرستان دیکته‌ای که میگفت، نمراتی که میگرفت، مثلا من وقتی از 15 یا 16 میگرفتم، من یک ساعت سر کلاس حرف میزد. بچه ها منهای 60، منهای 40، منهای 50 میگرفتن، ولی همون بچه ها آخر سال نمره های عالی میگرفتن. زحمت میکشتن معلم ها. اینه که بچه های که فارغ التحصیل میشدن وقتی یه نامه مینوشتن غلط نداشتن. مرحوم پدرم به یکی از بستگان جوان ما که لیسانس شده بود، لیسانس حسابداری، بهش گفت برای یه جایی تقاضای کار بنویسه و وقتی نوشت و پدرم خوند گفت تو چه لیسانسی گرفتی که اینجوری هستی؟ و قرار است اون وقت سختگیری میکردن، به همین سادگی نبود. اگه یکی هم بیسواد بود یا فرصت خواندن نداشت مورد عتاب قرار میگیره. در حال ممنونم جناب شهبازی از توضیحاتتون، حتما باهاتون تماس خواهم گرفت. هموطن بعدی، با سلام به شما عزیزان در سوزیمیان ساعت و مخصه های نوریزاده. ببینید میخواستم تبریک بگم با های نوریزاده و راجب برنامه دوشنبه شون، دوشنبه دو دوم آذر ماه با آقای دکتر کبیر، بسیار بسیار تبریک میگم. برنامه بسیار جالبی بود، جذاب، و وقتی آدم وقت میذاره میتونه از این برنامه واقعا بیاموزه. نکته بعدی و خیلی دوست داشتم ببینم که بدونم برنامه دکتر کبیر بردوال سیمور ایشون که این برنامه شون روی تلویزیون ما میتونیم ببینیم برای ساعتش که اینو لطف کنین اگر اعلام کنین ممنون میشم. چند یه دو نکته دیگر اگر به من وقت دادید خدمتتون عرض کنم. ببینید من خیلی دوست داشتم که خود آقای چالنگی اینجا بودن یا یه فرصتی میشد که ایشون میتونستن به پاسخ ها یا سوال هایی که راجع به برنامه شون یا انتقاد یا تعریفی یا به هر حال هرچی هست خودشون میتونستن جوابگو باشن. اجازه بدید دوستان همینجا همینجا بذاریم صدای شما رو من نگه دارم. گفتم هفته آینده آقای چالنگی میان، خواهش میکنم سوالاتتون رو بگویید، آقای چالنگی در اینجا به شما پاسخ خواهند داد. خیلی ممنونم ازتون. هموطن بعد، سلام ایران فردا. میخواستم بگم که تو برنامه‌ای که برای آقای شبت نظاری گذاشته بودی توهین بسیار بدی بود. آقای جمشید چالنگی بد رفتاری کرد با آقای شبت نظاری و برنامه چیزم نگاه میکردم من و تو دوباره اونجا توهین شد به آقای شبت نظاری. گفتن با آقای میرزاده بگید اینطور برخوردا آقای چالنگی جمع چالنگی موازن حرف زنش باشه. آقای شرمداری تمامی هستن، طرفدارای زیادی دارن تو این کشور، این از من ملاقب باشن. من هنوز دوست من نمیدونم
منظورتون هرگز مباد که در این تلویزیون به فردی توهین بشه از دوستانی که در برنامه شرکت دارن و اونم مهندس شریعت مداری که 30 و اندی سال با من دوست نزدیکه و من در برنامه خودم با ایشون نشستم صحبت کردم و آقای مهندس شریعت مداری جایگاه ویژه‌ای نزد من داره، همینطور نزد آقای چالنگی گمان نمی کنم. ولی اگر یه مورد خاصه آنچه در تلویزیون دیگری شده به من ارتباط نداره، همون تلویزیون مسئولشه. ولی اگر در اینجا احساس میکنید با آقای شریعت مداری توهین شده، با ذکر نمونه به من بگویید و مطمئن باشید هرگز من اینجا اجازه نمیدم به شخصیتی مثل ایشون و شخصیت‌های دیگر کوچکترین توهینی بشه. اونم آقای شریعت مداری، رفیق عزیز همیشه من، با آن پدر نازنینی که بسیار دوستش می‌داشتم و او نیز. هموطن بعدی، این پیام رو لطفاً برای خود آقای نوری‌زاده بفرستید که در واقع برای پخش در برنامه، حالا اگه نخواستن خودشون حتماً بشنوند. من می‌خواستم بگم که در مورد دیدم دارن در مورد پسر آقای مهاجرانی صحبت می‌کنن. من واقعاً تعجب می‌کنم از آقای دکتر نوری‌زاده. آقای دکتر عزیز، این پرونده مالی پسر آقای مهاجرانی همونقدر پاک و بی لکه سیاه که فرمایش ایشون پرونده در واقع آقایی که اونجا نشسته و پسرش، پرونده رهبر و پسرش، شما چرا از اینها دفاع میکنید؟ این همه جوانهای مردم رو بیگناه گرفتن، بردن، با بدترین روش ها شکنجه کردن، کشتن، حالا که گرگ ها افتادن به جون هم بخره توی این سیستم، حالا شما اومدی میگی که من نمیدونم این چه نگاهیه که حالا و بعدم جناب آقای دکتر عزیز، یک سیستم فاسد آدمی میتونه با این سیستم کار کنه؟ شما میفرمایید که مثلا در مجلس بعضی ها با شرافت هم در سپاه وزید. دوست عزیز من، پدر من، برادر من، کسی که میتونه حلقه غلامی به گوشش بندازه در یک مجموعه فاسد، شما چه چشم داشتی دارید که اینها در واقع یک چیزهایی گاهی وقتا من میبینم میگید که مثلا توقع دارید که یه دفعه رفتارهای انسانی از بعضی از اینها ببینید؟ آقا کسی تا فاسد نباشه، تا بی اخلاق نباشه، نمیتونه تو این مجموعه کار بکنه. کسی تا بی اخلاق نباشه نمیتواند نان این مجموعه رو بخوره. این همه جوانای مردم تو این کشور تحصیل کرده، با استعداد، بیکارن و پسر آقای رامین، همین آقایی که شوهر خانم مهناز افشار شده، چرا بی خود از اینا تعریف میکنی؟ اون یه مدل پسر مهاجرانی، پسر نجار وزیر کشور احمدی نژاد، و من میدونم که میدونم، اطلاع دقیق دارم که چی کار داره میکنه. یه وام 100 میلیارد تومانی گرفتن. ببین دوست من، اولا نه من از آقای پسر نجار حرف زدم، نه از پسر آقای رامین حرف زدم، از هیچ کدوم از دارم. بعد در مورد پسر آقای مهاجرانی، شما چه مدارکی دارید ارائه میکنید که ایشون فاسده؟ من اصلا به عنوان پسر آقای مهاجرانی یا دیگری نیست، در کشور ما افرادی اومدن و شروع شده تسویه حساب با هم کردن، اطلاعات سپاه آقای طائب با دستگاه وزارت اطلاعات، فلان وزارت نفت با دستگاه آقای رستم قاسمی. ببینید افرادی در این وسط قربانی میشن. پسر آقای مهاجرانی هم یه جوون بوده مثل همه اون جوونایی که میگی، درس خونده، رفته کاری میکرده، گریبان اونو میگیرن، یعنی دزد سرگردن آقای دکتر طاهری رو رها میکنن، اونو کارش ندارن، آقای وحید حقانیانو کارش ندارن، اما پسر مهاجرانی میگیرن که بابا رو تحت فشار قرار بدن. من اینو گفتم، من هیچ دفاعی نکردم، چون وقتی که اصل پرونده رو شما نداری نمیتونی علیهش بگی نه به نفعش بگی. ولی فرم قضیه رو من میدونم، انقدر دانش دارم که بدونم چه خبر. اما اینکه برگشتید گفتید همه آدما فاسدن، اصلا همچی حرفی درست نیست به هیچ وجه. در مجلس ششم احمد بورقانی داشتیم، موسوی خوینی داشتیم، مردی که پاشور زندانای مخفی رژیم رو فاش کرد. همین جوری که آدم بر نمیدونه شمشیر رو به گردن همه بزنه، چرا همچی حرفی میزنید؟ در وزارت خارجه مجتبی ارسطو داشتیم، آدمهایی داشتیم که وطن پرست بودن، آزاداندیش بودن،
آقای نبی رو داشتیم که سفیر در چند جا بود، آدم های درستی بودن، حاضر نبودن یک گام علیه وطنشون بردارن. تو همین سپاه آدم های باشرف زیاد داشتیم. اینو نگید که همه فاسدن. این کار اشتباه با رژیم گذشته این بار تکرار نکنیم. چقدر انسان وطن پرست، آزاده، متخصص در رژیم گذشته کشته شدن به خاطر همین حرفا. همه فاسدن، همه ساواکیان، همه مامورن. در همون ساواک چه انسانای با شرفی بودن. من خودم چون زندانی شدم دیدم آدم با شرفم توشون بود که یه جوری میخواست پرونده رو صاف کنه ما بیایم بیرون. اینجوری نگید عزیز من. همه یه مملکت قاضی حداد نیست، قاضی صلواتی نیست، همه یه مملکت رستم قاسمی نیست، فلاحیان و حیدر مصلحی و نمیدونم آقای قربان علی ماسپند نیست. آدم های درستی هم هستن در لایه های مدیریت. آدم های درست بسیار زیاد. همین جوانایی هستن که شما میگید اومدن درس خوندن برگشتن کاری گرفتن، سعیم میکنن پاک بمونن. این نیست که هر کی یه کاری داشت. فاسدها رو میشناسیم، دزدا رو میشناسیم، قاتلا رو میشناسیم. اما شما یه تعمیم میدی، یه دفعه میگی 10-15 میلیون نفر که دارن کار میکنن همه فاسدن. این نیست. اینجور با مردم وطن برخورد نکنیم. در اونجا جامعه مدیران هست، پزشکان برجسته داریم، وکلای برجسته داریم، حتی قضات شریف در دستگاه فاسد قضایی داریم. در رادیو تلویزیون من همکارای با شرف دارم اونجا که با سیلی هم صورتشون رو سرخ نگر میدارن. همه رو شما میگی تو مطبوعاتمون روزنامه نگار با شرف نداریم. حالا شما مطبوعات حکومتیه، پس همه از دل کیهان محمد نوریزاد اومد بیرون. بله بریم پیام آخری رو هم بشنویم. الو سلام، محسن هستم از ویسکانسین. من این برنامه تفسیر خبر جمعهاتون همیشه نگاه میکردم. چند سالیه که این برنامه تو صدا آمریکا بود، بعدم که الان به ایران فردا اومدش. میخواستم ببینم که چرا جناب آقای دکتر سازگارا تو هفته پیش نبودن و این هفته هم نیستن، چون این برنامه تفسیر خبر یعنی آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سازگارا. خیلی ممنون، متشکرم، شب خوبی داشته باشین، خداحافظ. شما دوست من محسن سازگارا، دوست عزیز من و جمشید چالنگی همیشه با ما همراه بوده. همین الان هم الان تو برنامه آقای میبودی هفته یک بار هست و صحبت میکنه و همینطور در برنامه دیگه هم با آقای لیمونادی هم همیشه. در برنامه تفسیر خبر اولا خود آقای سازگارا فعالیت های گسترده داره، خیلی وقتا به جمعه ما نمیخورد، مشکلاتی پیش میاد. نکته بعدی هم این بود که فرمت برنامه آقای دکتر سازگارا یه مقدار مخالفتایی داشت که اون مدل رو زیاد نمیپسندید. بنابراین با کمال دوستی و عشق و صفا و رفاقت ایشون گفت من تو این برنامه جمعه نمیام. حالا من طرح دیگری دارم که آقای دکتر سازگارا خواهند بود و خواهید دیدشون. ایشون دوست ما و همکار و همراه عزیز و قدیمی هستند و بنابراین اگر یکی دو سه هفته استراحتی میکنن بعد دوباره ایشون رو خواهید دید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده، تا هفته آینده در همین ساعت همین جا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. یادتون باشه هفته آینده قراره دوست و همکارم آقای چالنگی هم با ما همراه باشه. سوالا رو بپرسید، نظراتونو بگید. بدرود.